صلح و پیشرفت ها در عرصه صلح یکی از موضوعات سرنوشت ساز برای افغان ها که در این روزها بیشتر روی زبان هاست و این موضوع آقای سید جاوید اندیش را وا داشته تا کتابی را در رابطه با صلح بنویسد برای بحث بیشتر خود آقای سید جاوید اندیش را در استودیو با خود داریم خیلی خوش آمدید به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترامات خود را به تلویزیون همکارای تلویزیون و زن و به ترتیب مردم افغانستان تقدیم می کنم بله کتاب کجروی سیاسی و صلح جدیدم به چاپ رسیده تقریبا بالای از حدود یک نیم سال ما کار کردم و حدود 123 صفحه داره بله و, و تحقیقات بیشتر شد بالای از و عباد مختلف صلح را مورد بررسی قرار دادم و ترتیب هم در نخست اگر خود ما اگر در مورد خود خوشبینی های پروسی صلح اگر صحبت کنیم که خوشبینی ها در مورد پروسی صلح در یه آخر چون بس ها هم داغ شده چقدر بوده می خوشبینی؟ ببینیم پروسه صلح یک پروسی پیچیده است که عباد متعدد داره که در او رو از روز اول هم خواست مردم افغانستان ای بوده که هر چیز زودتر به صلح برسن اما ای خواست مردم افغانستان بعد از از چل سال به طرف تا امروز تطبیق نشده و ما اگر هدفی باشه که به صلح برسیم به عباد مختلف زیر مورد بررسی باید قرار بتیم و هر کدام از بر مردم افغانستان هم مفادات داره و هم به می ترتیب ضرر داره که از ضرر ما بتانیم جلوگیری کنیم یعنی بر ما نقصان می رسانه. که در او بود خود یک بود خود مردم افغانستان است که خود خواست مردم افغانستانی است که باید من حیث دیگه روی دنیا یک زندگی آزاد، آسوده، آرام و خوشحال داشته باشه و از نعمت هایی که پروردگار در اختیار انسان ها قرار داده او منهاس سایر ملت ها مردما افغانستان هم بتواند از دې مستفيد شوه اما برعکس مردما افغانستان در پروسه صلح و یا در کې پایدارومش داشته باشد ګروغان هستند و یا مجبور شون گاگا از کشور مهاجر شوه و یا کې باید بشهادت با پرسه زخمی شوه یا از بین بره خاص مردما افغانستان خاص هم از لحاظ شرعی هم از دینی هم از لازم انسانیت یک خواست مشروع است که حقشان است که به او برسه در بود دوم بود دولتداری است که در حکومتداری خوب ما میتانیم که صلح خوب را ما تمثیل کنیم و بتانیم منازعات که چی ریشه های چل سال داره و یا که ریشه های مدت داره و یا حوادثی که روزمره رخ میده یا بیادالتی هایی که میشه یا ظلم میشه یک گروه کوچک می مثلا تهدید میکنن منافع مردم افغانستانه. آیا در حکومت داری خوب میتونه که به این منازعات به این تشنج ها و به این اختلاف نظر هایی که چی از لازه ایدئولوژیک باشه چی از لازه فکری باشه و یا چی از لازه مادی باشه که امی منابعی منازه ها آیا از طریق داری حکومتداری خوب حکومت رسیدگی تانسته یا ما دولت دو وظیفه دارد یکی وظیفه ای است که به خاطر امنیت ارزه خدمات عام عدالت و به می ترتیب بتانه بر منازات رسیدگی کنه تا ای که سبب رضایت بین جامعه شود و در بود دوم که دولت ها را ورشکست ساخته با مو، مشکل مواجه ساخته او فساد است یا سوء استفاده از قدرت است یا مثلا جزمندیشی است یا ای که کوچک فکری است که یک گروه کوچک می‌آید مثلا در یک ولایت یا در یک سوالی یا در یک قریه یا یا در مرکز به قدرت میرسه و مطابق میارات از منابع و یا انسان هایی که به حساب باید در این سیستم جذب شا عادلانه با او رفتار کرده نمیتونه رفتارهای گروهی سمتی زبانی مذهبی و ایدئولوژیک را اندازی میکنه که خود در بدنی حکومت هم کسایی هستند که اعمالشان سبب شده که او برای جنگ با منازعات در این مملکت کمک میکنه و امو پروسه را شدیدتر میسازه بله. در بود سوم ما جامعه جهانی را داریم که شریک افغانستان است که اگر ما ناتو رو در نظر بگیریم ایالات متحده امریکا رو در نظر بگیریم با امریکا ما پیمان استراتژیک داریم که افغانستان و امریکا دو کشور مستقل است و تصمیم های سیاسی اقتصادی و اجتماعی را هر مملکت جیداغانه گرفته میتاند یک تعداد از مردم فکر میکنه که افغانستان حیثه سیاست خارجی امریکا است یعنی هر آنچی که امریکا برنامه داشته باشد در پروسی سال و سایر برنامه که در این منطقه تدبیق میشه باید افغانستان وسیله سیاست خارجی امریکا باشه کی برداشت نادرست است درست نیست به خاطر که در صورت که قانون اساسی افغانستان حکومت امریکا منحض یک کشور مستقل رعایت نکنه و این که قانون اساسی نقص میشه از طرف دوستای امریکایی ما و باز هم ما نمیتونیم که به سال برسیم بله. اگر روی خود سفر رئیس جمهور غنی بیم ما امیر جمع میکنم گپا در بود خود امی جامعه جانی چند موضوع بسیار زیاد مهم است که یکی که نباید یا قانون اساسی ما را نقض کنه و پروسیس برای ثبات سیاسی افغانستان باید افغان خودشان بگذاره که با یک نتیجه برسند مثلا در انتخابات های گذشته و یا پیش از او همیشه آمریکا مداخله کردن و در بین مردم افغانستان آوازه است که تصامیم یعنی جامعه جهانی میگیره در حق افغانستان که خودش بر ثبات سیاسی افغانستان کمک نمیکنه و دوباره باز شدن دروازه به طرف جنگ است و خواست طالب چی است خواست طالب اول خو خب باید از گروه های که که القاعده است و باید تروریست های بین المللی که به کشور کشورها ضرر میرسانه اول باید به با او رابطه خود یا قطع کنن عواید غیر قانونی که یا بدست میارن و در بعضی مسائلی که غیر مشهور رو یا دخیل هستند باید با او اول روابط خود یا قطع کنن و یا بتانن یک زندگی هست در جمع مردم افغانستان در تمام امتیازات که مردم دیگه به دست میره یا میتونه به اون امتیازات برسه وقتی اینی ابعاد کلش و دیگه بحث منطقوی است که مفادات و گپای خود داره که درو او هم با هر کشور ما از سیاست خارجی افغانستان باید یک دیدگاه مشخص داشته باشیم اگر وقت بود ان شاء الله سر زوم گپ خاط زدیم که بله. اینی تمام پیچیدگی سبب شده که اینی منازعات به شکل یک جنگ نیابتی در این مملکت دوام کنه و ما آنقدر خوشبین نیستم که ما بتانیم تسلیم طالب شویم یا یکی خواسته های خواسته که وادار ما بر تسليم تسلیم شویم اصلا بعد از طالب جوان های نو تولد شدن و بعد از او جوان شدن یعنی تقریبا 18 سال 19 سال است و او تقریبا اکثریت مردم افغانستان تشکیل بیتن و با پدیده و خواسته که طالب در وقت در وقت قدرت خود تدبیق میکد با او خواسته ها مدگی خود نداره پس سوالی که پیدا میشه وقتی که بحث صلح رو به پیش میره با طالب آیا ما از یک مرحله، از یک جنگ به جنگ دیگه خواهیم عبور کنیم یا در نهایت سبب توقف به حساب جنگ و به حساب کشتار در مملکت شوه بله میم می روی خود سفر رئیس جمهور غنی به سیویس و در نشست داووس چقدر میتونه سفر رئیس جمهور مردم افغانستان را به صلح خوشبین بسازه و ما بتانیم اعتماد کنیم روی پروسه سال اشرف غنی من حیث رئیس دولت و یکی از طریق انتخابات دور قبلی هم برنده بود اما که جامعه جهانی یک نوا کودتا کردن یک شخص دیگر هم همراه او شریک ساختن که شریک دولت ازو باشه و مزاحمت کرد در حکومت داری خوب و و دوره اولش یک مقدار دستاورد داره اما باز هم خود داشت جلو اشرفانی وقتی که با او جرف با آقای ترامپ صحبت کرد یا مثلا با جامعه جانی صحبت کردند رفتار اشرفانی رفتار منحیث یک کشور مستقل و آزاد و طرف بوده یعنی گفتهای مردم افغانستان اوجا مطرح ساخت یعنی برای ای بعضی جزیات از این سفر ای صحبت هایی که اشرافانی با ترامپ و یا سایر مردم داشته او تمامش در دسترس ما نیست اما باز هم از الفاظ که ما پیدا کرده مصاحبه که و یک از جورنالست داشت در روز خطوط سرخ مردم افغانستان اشرافانی تشریح کرد و در او خطوط سرخ که یعنی او غیر قابل مذاکره است ما نمیتونیم در پروسه سر از او گپ بزنیم و در ارتباط با طالب هم گفتن که از فعالیت های غیر قانونی و یا مثلا تجارت های غیر قانونی و یکی پیسه دار شدن سرمایه شدن و از راه نامشروع پول و دست بیارن باید نمی اواید خود قطع کنه و بتانند در یک پروسه بیترفانه در, 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 سرع. یعنی طالب نباید به نمایندگی استخبارات دیگه منطقه یا مثلا با خواست دیگه باید عمل کنن یعنی به شکل مستقل باید بیاین با دولت افغانستان گپ و ما در مذاکرات بین الافغانی و مای پروسه صلح را با پیش ببریم و رفتن اشیر افغانی من یک شخصی که به اساس قانون اساسی جمهوریت و بحثایی که خواست مردم افغانستان است وقتی او جرفت این یک خوشبینی بر مردم افغانستان که در پروسه صلح امو خطوط سرخ که مردم افغانستان خواست مردم است در جرگه مشورتی صلح در افغانستان در بالای زو بحث صورت گرفت یا در اجماع سیاسی که مثلا او روز گذشته هم شماره را سیاسیون افغانستان رفتن خواستن میگن ما تر همه تیم برای صلح افغانستان در سر که دو رهبری اشرف غنی باشه و به حکومت افغانستان باشه او درست است خواست مردم است اگر ما چند دست بخوایم با طالب گپ بزنیم یا از چند آدرس گپ بزنیم ای به نقص مردم افغانستان است که اشرفانی بر ازو آمادگی ندارد بله قسم که ما میدانیم شما کتاب را هم در مورد صلح نوشتین <تصفح> چی باید شد تا شما خواستین این کتاب را بنویسین وقتی که ما در گذشته 18 سال مورد بررسی خود دارم یا پیش از که ما در کتاب ها خواندم یا مثلا قصه ها را شنیدم و یه حوادث که رخ داده و یکی قربانی هایی که در چل سال بوده در این مملکت مرا وادار ساخت که ما باید بالای پروسه صلح و کجروی سیاسی در مملکت تحقیق کنم و با معلومات جمع آوری کنم وقتی که ما هی روی کتاب شروع کردم بسیار موضوعاتی که بر خود ما مبهم بود ما به یک نتیجه رسیدم و به نام مواد غیر قابل مذاکره در پروسه صلح او را ما در داخل ازی درج کردم چی چیز است که ما نمیتونیم بالای ازو مذاکره کنیم که او از مردم است او از کسایی که در قدرت است چی در طرف دولت است یا بیرون از دولت هستن و چون سلا دارن و یا امکانات دارند، منابع در اختیار داره و وا به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیرن یعنی صلح را ما کار داریم که مردم محور باشه صلح را ما کار داریم که مفادات و مکلفیت های تمام مردم افغانستان در او رعایت شده باشد امی که مردم مکلفیت دارند مقابل نظام و امی رقم امتیازات هم دارد و یک کسی نمیتونه که می امتیازاتی که مردم افغانستان آزادی بیان داره آز... یعنی حق ملکیت داره حق راید... رایدهی دارد داره مثلا بحثی حقوق بشر است در افغانستان است حقوق اساسی است که در مجموع حقوق اساسی شهروندان افغانستان است این موضوعات کس نمیتونه که در پروسه صلح قربانی بسازه بل. و و یک گروه کوچک بره بینشینه و از, از دوربین و یا چشم مردم افغانستان پنهان باشه و یک صلح که دا داخل یک صندوق باشه که هیچ ما نفهمیم که عواقب از او صلح چی خواهد بود این قابل پذیرش نیست به خاطر روی کتاب ما کار کردم قربانی هایی که در این مملکت مردم قربانی داده کسایی که متضرر شده از جنگ در افغانستان این همش مورد بررسی قرار گرفته و داخل کتاب درد شده محتوای کتابتان اگر در کل بگوین که کدام موضوعات در بر میگیره در ایجا یک خوبی که در فصل اول بحث بیشتر روی حکومتداری خوب است که یعنی هر مامور دولتی یا هر شهروندی که در افغانستان زندگی میکنه یا هر مقام دولتی در مقابل در پروسه سال مسئولیت های خود داره یعنی ما باید اول از رفتار مردم افغانستان شروع کنیم که مردم ما باید بفهمند که کدام موضوعات سبب ازی میشه که اتحاد اتفاق همبستگی برادری و یا مثلا مساوات و یا مثلا مواد قانون اساسی که یک افغان و افغان دیگه فرق نداره یعنی این موضوعات کلش ما رف در رفتارهای خود باید رعایت کنیم و دیگه در بحث دو فصل دومی زیاد میرست با پیمان استراتژیکی که ما با امریکا داریم یا مثلا سیاست خارجی افغانستانیایی که کشورهایی که تاثیر گذار است بالای قضایای افغانستان و یا در گذشته دخیل بوده بر افغانستان او مورد بررسی قرار گرفته در فصل دو و به می ترتیب در ارتباط به استفاده از منبر یا مسجد است که در پروسه سال چقدر کمک کرده میتانه یا مثلا سو استفاده از قدرت است که گاگادری در مملکت همیشه به مردم به قربانی گرفتن یا مثلا در قسمت فصل آخر که وقتی که همی بحث حکومتداری و مناسبات ما در منطقه و فرا منطقه است بعضو در قسمت آخرش اینمی فصل اول فصل دور وقت ما مطالعه کنیم باز با فصل صلح به خاطر میریم که بعض گپ بسیار مهم در فصل اول و دو دوم وجود داره که در پروسه صلح دوباره کمک کرده میتونه بله. که باز در قسمت پروسه صلح با ایجا پروسه های صلح در افغانستان است بحث صلح امنیت است دیگه پروسه رند است در افغانستان نقشه راه است او اصول اساسی غیر قابل مذاکره است بعض موضوعات است که مربوط به مردم میشه پلتفرم رسیدن به صلح است لو جرگه که در جرگه صلح بود و سرمافتش امریکا در مورد صلح چی میگه مثلا خلیلزاد بله. که با در ای دو هب بار در تماس بله. هستند بله. کتاب در کدام سال چی وقت چاپ رسید؟ ای در شروع زمستان تقریبا یک ماه پیش به چاپ رسید در زمستان امسال از چه مدت روی کتاب شما کار کرده؟ یک سال اول به شکل یک چتل نویست کار کرده بودم باز تقریبا نو ماه پیش یک ذره جدی شدم که بیشتر بالاش کار کردم بله. یعنی مدته 1.5 سال بالایزی کارردم در مو وختي كه ما فرصت داشتم ويره ما تکمیل کړ کرد، تکمیلردم و و کسه كه وراستګاري كدنه است ادبيات دريش اسلاح کړ و یا ای که ادبیات پشتو یک کتاب پشتو هم ترجمه شده او را اصلاح کرد از او استادای بزرگوار هم تشکری میکنم که در قسمت هم را واسه هم گرفتن بله موضوعات که شما در کتاب درج کردین کدام موضوع بیشتر براتان اهمیت داره و کدام موضوع بیشتر در زمان داغ است ببینین وقتی که ظلمه خلیلزاد میره در دوحه با طالبان نشست داره یا یکی میره به منطقه سفر میکنه ایجا در قضیه افغانستان ای رو ثابت میسازه که نشست های منطقوی فرا منطقوی و نشست های دوها همش در پروسه صلح و جنگ افغانستان نقش خود دارند و می خاطرم افغانستان من حیث یک کشور آزاد و مستقل ما باید بر منطقه ثابت بسازیم که افغانستان یک کشور آزاد است مستقل است تحت سیاست خارجی امریکا قرار ندارد بله. یعنی اطمینان ما باید با منطقه بده و امریکا چون نهادهای دولتی ما را کمک کرده معرف افغانستان را کمک کرده ساعت افغانستان را کمک کرده و به خصوص نیروهای امنیتی افغانستان را کمک کرده من یک شریک استراتژیک ما باید به با او هم ما احترام بگذاریم رابطه ما با آمریکا بسیار واضح است که در پیمان استراتژیک منحیز دو کشور مستقل ما مناسبات خدا داریم که در اوج امریکا تعهد کرده در صورت که نیروهای امنیتی افغانستان بر ضد تروریسم جنگ کنه ما شریک افغانستان هستیم در اوج این موضوع واضح است یعنی ما نباید در افغانستان گروه های تروریستی که غیر افغانی باشه که به با منطقه و یا فرا منطقه ضرر برسانه در اوج ما تعهد خدا داریم و در مقابل امریکا به تعهدشانی است که به کمک میکنه بر افغانستان و به می ترتیب پیمان دیگه اقتصادی که باید با امریکا امضا شد که تر بالا از او کار نشده یعنی ما من حیث تجربه که مدارم خواست ما از امریکا چی است ما باید با بازار دنیا را پیدا کنیم محصولات زراعتی ما و افغانستان تریلیون دلار منابع زیرزمینی داره که رئیس جمهور هم در دا داوز ریاضی صحبت کردن که ما باید بتونیم به افغانستان سرمایه را جذب کنیم تا اینکه که معدن ما استخراج شه و که فعلا معدن ما قاچاق معدن ما قاچاق میشه و بعضو باز بعض گروه های تروریستی فعال میشه و جنگ میکنه بر ضد مردم افغانستان و غیره یه ضرور است که از لحاظ مشروع در در مادن افغانستان بله. سرمایه گذاری صورت بگیرد دیگه ای, ای, کمک میکند در آخر روز که ما امو جایگاه خود در مناسبات منطقوی و فرامنطقوی ما پیدا کنیم دگه در علاوه بر پس از یک وقفه پس دوم می‌تیم بین دهای زیست پس از وقفه کوتاه دوباره بر می‌گردیم. بینده های عزیز دوباره برگشتیم آقای اندیش شما میشه در مورد نقش حکومتداری خوب در پروسی صلح بر ما بگوین که چقدر میتونه حکومتداری خوب در پروسی صلح یک نقش موثر داشته باشه ببینین اگر ما ایره به شکل یک مثال بسیار ساده تشریح کنیم یک جوان میخه دکتر است یا یک انجینیر است میخه در حکومت افغانستان وظیفه بگیره وقتی که میره در یک پروسه شفاف و بیطرف در صورت که راندازی شده باشه و او انجینیر یا دکتر مطمئن شوه که لیاقت ما اساس بود به خاطر برازی که ما بتوانم در یک موقف یا در یک جایگاه باید وظیفه بگیرم و مقرر شوم این خودش یک آغاز صلح بین یک جوان و دولت است و بازو پرسیده نشوه که تو از کدام قریه هستی از کدام زمان از با کدام زبان گپ میزنی یا مثلا با مناسبات سیاسی یا اجتماعی داری این سوالات مطرح نشه بلکه تا احترام به تخصص از شود یعنی در این یک نمونه است که رابطه یک جوان با یک دولتی که که حق داره بالای از که در پروسه شفاف باید وظیفه بگیره این یک, یک نمونه صلح خوب است به همین ترتیب یک زن است که شوارش در در جنگ افغانستان از بین رفته اما زمینش کسی غصب کرده این آرز میشه بر نهادهای دیو قضایی و قاضی در حق از او فیصله میکنه که حق از او زن این صلح هست یعنی حکومت داری خوب باید پاک از فساد باشه کسایی که تقوا داشته باشه جهاد با نفس خود کرده بتانه و بتانه به خدمت گذاری کنه عدالت بتانه و هم به می ترتیب از آدرس دولت باید در حق مردم تبعیض نکنه این همش کمک میکنه در پروسه صلح و این یک بحث هست و بحث دوم رفتارهای مردم افغانستان است در کل کسایی که مثلا قدرت دولتی داره یا مقام داره یا یا مثلا وکیل پارلمان است باید رفتارش تغییر بخوره یعنی از حالت زشت به یک حالت محبت دوستی و ای که مردم به طرف خود بکشانه که چطور میتونه این دولت حافظ امنیت شما و یا ای که حافظ جان و مال شما باشه در این مملکت اینی خودش بر سال کمک میکنه صفوف طالب ضعیف میسازه و صفوف دشمنه افغانستان ضعیف میسازه اگر برعکس اقدامات صورت بگیره چی میشه؟ صفوف مخالفین حکومت قویتر میشه و همیشه دولت های ما را به بحران کشیده در گذشته شما یک سلسله اصول را در کتاب مطرح کردین شما میشه در مورد اصول که برای صلح در کتاب مطرح شده او را بر ما بگین که کدام ها هستند بسیار خلاصه ای تو ما میخوایم بگیم وقتی که طالب و دولت افغانستان با هم میخواین گپ بزنن یایی که مثلا ظلمه خلیل سات با درس پروسیس صلح داخل ظلمه خلیل سات مفادات امریکا را در نظر میگیره که او سیاست خارجی هم سیاست خارجی و مفادات آمریکا میخوای با طالب گب بزنه که حضور نیروهای خارجی در افغانستان است و حضور از در این منطقه است یعنی او در, در تلاش این نیستن که بر ما بحث دموکراسی بحث حقوق اساسی و غیره حتما با حساب کرسی وجه باش یعنی در امو مطرح بسازه ایجا وقتی که گفتمان بین مردم افغانستان مطرح میشه باید اردو جناه حقوق اساسی مردم افغانستان باید راحت کند و طالب هم از تبلیغات ایدئولوژیک جلوگیری و نباید بکند و دیگه کشتار مردم افغانستان یا باید متوقف بسازه که کی در مو مواد اول ازی مطرح شده در مم در قسمت دوم طرفین های حالت تکتیکی باید برای یعنی با بسیار اخلاصمندی برن به طرف ازی که به طرف صلح و درو مثلا ما مسلمان استیم نباید طالب و اسلام و وسیله قرار بده که بیا از او سو استفاده کنه ما مسلمان هستیم و مسلمان است و حقوق یک دیگه خود ما باید رعایت کنیم دیگه در قسمت وزارت صلح که ایجاد شده و دولتی مفادات دولت و مردم افغانستان باید تر نظر داشته باشه در پله میانجی ضرورت است که اگه یک شورای باید باشه که میانجی باشه بین گروه که خفه هستن یا به بیرون از دولت اصلا بیان به و با بینشان صلح کند و دیگه بحث انتخابات است که وقتی که گروه ها میهن صلح میکنه و باید مطمئن شان که در آینده ها اگر یا به پارلمان خود کاندید میکنن یا در بریاست جمهوری خود کاندید میکنن در پروسه انتخابات شفافیت است و و بی‌طرفانه منازعات انتخاباتی باید رای حل داشته باشد نباید قانون اساسی فعلا گپ زده شاسر وقتی که پارلمان شورای ولایتی و سر شوراها جور شد او حق تعدیل یک پیشنهاد جور شد و حق تعدیل وا داره که و نمایندگی از مردم میکنند دیگه بحث خشونت هاست که همین سبب شده که مردم مهاجر شد و با توجه بر مهاجرین شد دیگه بحث زنان است که زنان هم حقوق خود دارن نیم پا پایکر مردم افغانستان هستن حقوق از وا داده شد و واداری در پروسه باید دخیل باشند و, و گفته های خود داشته باشه آزادی بیان و به می ترتیب در حدود چارده موضوع است که در درد شده و در صورت که به این موضوع توجه صورت نگیره و بر برزی احترام نشوه یعنی به این ما از یک جنگ به جنگ دگه میریم یعنی دیگه مردم افغانستان حاضر به این نیستن که تسلیم یک گروه کوچک شو و گروه کوچک تصامیم سرنوشت سازه که مربوط به مردم افغانستان میشه و او تصامیم یک گروه کوچک و با مفادات خود بگیرند یعنی اینجا پختگی دموکراسی و نهادی نشدن به حساب تقسیم قدرت و با می رقم احترام گذاشتن به زنان احترام گذاشتن به آزادی بیان و احترام گذاشتن به حقوق اساسی این تمامش کمک میکنه که ما به یک پایدار برسیم سالی که در خیر همه ما باشه بله شما چی فکر میکنین آیا میشه آینده افغانستان را که آینده نه چندان است آینده نزدیک افغانستان است میتونیم در یک صلح پایدار و دائمی ببینیم بله چند دو موضوع بازم بسیار مهم است یک ثبات سیاسی است که ما باید به نتیجه برسیم که جامعه جهانی دیگه در انتخابات مداخله نمیکنه مردم افغانستان اعضای پارلمان رئیس جمهور شورای ولایتی را انتخاب میکنه یعنی بس انتخابات صورت میگیرد و دگه در ثبات سیاسی ما نمیگذاریم که پول های استخباراتی در این مملکت بیاید و حاکمیت ملی ما را تمثیل کنند و در ثبات مالی ما میتانیم که عواید خود را کنیم ما میدانیم که جلوگیری از جل نشر پول افغانی و یا مثلا سوء استفاده هایی که از ذخایر دولتی و امکانات دولتی میشه از این جلوگیری کنیم که یعنی هم جیب ما باید پر باشه هم فکر ما باید پر باشه فکر سیاسی ما این است که ما در یک پروسه رقابتی بتانیم به قدرت برسیم در از لازه یزی که جیب ما باید پر باشه جیب ما رکز دوزدی نکنه در این مملکت یعنی اگر زخیر دولت است اگر امکانات دولتی است از او کس سو استفاده نکنه وقتی دو کار ما کرده بتانیم خود به خود ما میتونیم به یک ثبات برسیم فکر کنین که از لحاظ سیاسی کل ما اتفاق کردیم اما جیب ما خالی باشه بیکاری باشه بحران اقتصادی باشه شکر. یعنی فقر باشه خود به خود مملکت پس به بحران میره یعنی ما از دو بود باید از لحاظ تخصصی کار کنیم و بی‌طرفانه و خاص به خاطر منافع ملی مردم افغانستان که در او سبب خوشی پیشرفت رضایت و اتحاد در مملکت شد بله بانوان آخرین پرسش می از شما بپرسم که توافق بین آمریکا و طالبان چقدر میتونست صلح را در افغانستان پیش بینی کنه؟ او, او فایده نداره آمریکا و طالب خواست کاملا متفاوت نسبت به خواست مردم افغانستان داره آمریکا میخواد دا منطقه حضور داشته باشه و قواتاش در افغانستان باشه و طالب میخواد که به قدرت برسه در صورت که طالب می به قدرت میرسه و از آدرت آدرس مطلق گرایی که خودش باید تمام نظام در کنترل خود داشته باشه او کدام نتیجه نداره خب بهتر است که طالب باید حال موشیاری کنه از عقل کار بگیره با مردم افغانستان باید اتفاق کنه اتحاد کنه در که قدرت به طالب هم داده شو از طرف امریکا طالب دوام داده نمیتونه این قدرته در مقابل طالب باز دیگه جنگ میکنن یعنی ما من حیث یک جوان ایت طرف جنگ نیستم نه در جنگ افغانستان مدخیل بودم اما ما که می بینم اختلاف نظرها زیاد است اگر در ایج اجماع ملی به وجود به که در او اجماع سیاسون افغانستان و جامعه مدنی با می رخم کسایی که حقوق اساسی را خوب بلد هستند برن با طالبا گپ زن و وار با خود ادغام کنه اینمی می رای حل خوب است اما این ادغام ها می امکان نداره که دولت خبر نباشه در پشت پرده معامله صورت بگیره یعنی به سرپرستی حکومت ما که در رو نظام عدلی و قضایی رئیس جمهور و غیره باید دیگه قضیه دخیل باشه که فیصله آخر زندانی هایی که در پل چرخی در جای دیگه از طالب ای را بدون قضای افغانستان کسی او را راها کرده نمیتانه یعنی باز هم یا احتیاج هستند که با حکومت افغانستان بیاید و مشکلات خود و خواستای خود به حکومت افغانستان مطرح بسازه و حکومت افغانستان بدون مفادات مردم افغانستان نمیتونه زندانی طالب رها کنه یعنی اینجا بازی در دست مردم افغانستان است اگر هر قدر امریکا با طلبا بشینه به نتیجه نمیرسه اگر یک اجماع با وجود بیه که در رهبری حکومت افغانستان او اجماع به پیش بره یعنی تصمیم در دست رئیس جمهور باشه و اداره عدلی و قضایی باشه و بعضو با طالب بره به تفاهم برسه طالب میتونه امتیازات خوب بدست بره. سپاسگزار هستیم استیم از حضور شما از شما هم سلامت بیننده های عزیز این بود برنامه امشب که تقدیم شما شد تا برنامه دیگر خدا نگهدارتان